حضور دارم عرض کنم که به صورت نوجوانان دادیم تو لیگ که توی یورپ ریژن اول شدیم، بعد رفتیم حدوداً تو لیگ CSL یک رده بالاتر، CSL 2 اول شدیم، CSL 1 رفتیم و الان خوشبختانه 4-5 تا از این بچه ها بودن 18 سالشون هستش و دو تا از بازیکنامون الان توی اسکولارشیپ گرفتن در نیویورک و حضورتون عرض کنم که هزینه کلیشون رو در دانشگاه در نیویورک پرداخت میکنه آقای یه بازیکنمون در پنسیلوانیا هستش و حدوداً 5 بازیکن ما در آمریکا داریم الان از بازیکنان فیکس استقلال بودن و اسکولارشیپ گرفتن و هزینه کل اسکولارشیپشون رو داره احسن بس بعد دانشگاهشون اون فیلم متاسفانه با مشکل روبرو شده اون فیلم الان نمیتونیم نشون بدیم چون بعد آره بعد درست بشه بعد هفته بعد درست بشه اشکال نداره ما چند دقیقه دیگه وقت داریم یه چند تا دیگه سوال دارم که انجام میدیم این فیلم رو هفته آینده در واقع درست می‌کنیم و ادیت شده‌اش رو نشون خواهیم داد ولی سوال دیگه‌ای که داشتم راجع به همین جوان‌ها و نوجوان‌ها و هزینه اینها و خب همین تیم نوجوان‌ها رو داشتن به هر حال لباس می‌خوان کفش می‌خوان هزینه دارن اینها رو خانواده‌ها تامین می‌کنن یا شما خودتون به اصطلاح این کار رو انجام میدید یا خانواده‌هاشون همه میان کمک می‌کنن حالا تو این چند سال ما برنامه‌مون به این صورت بود که یه رجستریشن فی می‌ذاشتیم طبیعیه که طبیعیه بله و رون رجستریشن فی می آمدیم لباس ها رو اینکلود می کردیم با اون برنامه و اون کمی و کاستی هاش رو کمپانی ادوانس پریکست بود آقای اندی بختیاری ایشون اون کمی و کاستی ها رو با همت خودشون جبران می کرد ایشون بودن آقای سلیم هناره بودن و آقای محمود رمضانی این سه نفر در چند سال گذشته به هر حال کمک کردن میشه کمک بود رو کم و کاستی ها و به هر حال ادامه دادن به یه برنامه‌ریزی تو لیگ البته توی آموزش دادن کار بالاخره میشه یه زمین گرفت و کارو شروع کرد ولی برنامه‌ریزی توی لیگ احتیاج به یه اسپانسر همیشگی بله امکانات وسعتری میخواد وسعتر میخواد و باید یه نفر باشه که همیشه یعنی بگه آقا من اینقدر هزینه است هزینه رو بذاریم اونجا رو اون دیگه خیال ما راحت بشه دیگه خیالمون راحت بشه وقتی میریم تو زمین دیگه مشکلات خاصی رو نداشته در این چند سال اخیر بود مسئله‌ای که می‌خواستم بگم در این چند سال اخیر در اون اوایل سال‌های اول که خب تیم آریا بود که خود ما همه با تیم آریا و تشکیلات ورزشی آریا آقای طاهری مثلا این کار انجام دادن و بعدش هم فهمیدم که مجموعه گل لاین بود که این مجموعه رو داشتن و این تیم رو در واقع تشکیل شده و همه جور اسپانسر میشد از طرف گل لاین اون هم تیم دیگه بود که به این شکل اداره میشد بقیه تیم ها جست و گریخته با کم و بیش یعنی همیشه مشکلاتشون بود دقیقاً این یه سازمانی اگه مثل گل لاین مثلا خب تو این چند ساله به هر حال هزینه‌های لباس و داور و اینا مهمه به هر حال برای جوونا این هزینه‌ها برطرف شده برای تیم گل لاین که تونستن به هر حال چند سال بود نتیجه هم گرفتن چند تا دیگه هم بازی کردن دقیقاً وقتی که راحت باشه خیال یه تشکیلات مناسب میخواد بستر مناسب میخواد و همه اینا باید باشه دقیقاً حالا ما رو بحث سوممون که همون لیگ فوتبال تورنتو هستش برنامه های فوتبال تورنتو هستش روش بعد هر هفته بحث میکنیم صحبت هایی داریم به هر حال تو اون صحبت ها اشاره میکنیم به این برنامه ها که چه برنامه هایی چه راهکارهایی رو میتونیم انجام بدیم تا بتونیم حداقل سربلند بیایم بیرون بتونیم به نوجوانان و جوانانمون کمک بکنیم فوتبال ورزش همگانی است و همینجور ایرانی های ما میبینید که مثل برزیلیا عاشق فوتبال هستن واقعا استعدادهای زیادی هم داریم اینجا هم جمعیت شهر زیاد میشه تو این شهر هم استعداد زیاد هستش میتونیم به بچه ها حداقل قول بدیم که شما اگه بیای پیش ما تمرین بکنی میتونی بری اسکالرشیپ بگیری حداقل اینه که اگر تو لیگ اروپا بازی نکردی ولی هزینه های درسی تو میتونی تامین کنی یا تامین اسکالرشیپ واقعا
خب امیدواریم که این امکانات فراهم بشه و ما هم در برنامه همه هفته با دعوت از عزیزان و پیشکسوتان و کارشناسان سعی می‌کنیم که این مسائل رو پیش بکشیم و راجع بهش صحبت کنیم تا یک راه حلی پیدا کنیم برای اینکه بتونیم این برنامه رو انجام بدیم و یک لیگ ایرانی رو در تورنتو راه اندازی کنیم. این برنامه ما فعلا جدیده، 3-4 هفته یه که شروع شده و هر هفته یک مهمان دعوت میکنیم، ولی فکر میکنم تا چند هفته آینده که دیگه مهمانانمون رو دعوت کنیم و راجع به همه این مسائل صحبت کنیم، کم کم راه حل مناسبی هم پیدا خواهیم کرد.